با بعضی سبب ها نتوانست به تاجیکستان بیاید و همینطور این دسته در گروه اشتراک نمیکند و منتخب های تاجیکستان، افغانستان و مغولستان برای دو راحتی دوری نهایی جام آسیا 2023 میان منتخب های تا 17 ساله که در کشور بحرین دور میگردد تلاش میورزند. عبد مصطفی محمدی قرار دارد و بیاید متوجه میشیم که فوتبالیستان افغان چگونه ضربه کلی را اجرا میکنند. جام پرتاب کرده میشود و ضربه هم زده میشود، اما همچنین دوستان گرامی یک در نشستی بکار شروع کرده است و این اولین بازی های رسمیش هم در حیاتی منتخب افغانستان محسوب می شود. همچنین بازیگری منتخب افغانستان حکیم خان نیازی هم چنین عقیدهش را در نشستی مطبوعاتی گفته گذشت که ما علاقه با دسته تاجیکستان وا خورده ایم، یعنی اسلوب بازی آنها را خوب میدانیم. فوتبال بازان تاجیک قوی اند و رقابت با آنها آسان نخواهد بود. جا به این حالت متوجه میشیم که چگونه فوتبال بازان افغان در دقیقه‌ای از زینه دوم دشوار خواهد شد. از این رو ما تنها برای زینه یکم مبارزه میبریم و امیدوار هستیم که در بازی آخر نیز فوتبال بازان تاجیک مقابل همتایان خویش از افغانستان ظفر مییابند و از زینه اول و بازی های نهایی جام آسیا راه میابند. از این پیشترک دسته جوانانی تا 20 ساله تاجیکستان و بازی چوب پرتاب هم انجام داده میشد و دروازه‌بان مغولستان آن را با یک مشکلی برطرف میکند. بلک دمبرل بلبتر این دروازه‌بان علاقه چند حالت را برطرف کرد. بیاید به حالت تکرار متوجه میشیم که چگونه اگر کم تری دیگر به قفا نمی آمد و جایش انجام نمی داد، پس ما یک شایدی یک گولی زیبو می گردیم. از کناری راست اینجا محمد مصطفی ضربه کلی را اجرا می کند. اینجا هم دفاعگران منتخب مغولستان اول شده به توپ می رسند و این حالت را زود از نزد جرمگاهشان برطرف می کنند. بسیار هم ضربه و گل در دقیقه 20 بازی. فوتبال بازان افغان حساب بازی را میکشویند و مؤلفی گل باشد آرش احمدی. ببینید که چگونه فوتبال بازان افغان در 20 دقیقه بازی به نزدیک دروازه حریف فشار آوردند و ببینید که فوتبال بازان افغان همه این زحمت و تلاشویشان هم دست داد و توانستند که به زدن گل دست یابند. این اولین گلی منتخب افغانستان در گروه اش محسوب می شود و گل را آرش احمدی نه بلکه حکیم خان نیازی و ثمر رسانیده است. باید متوجه می شیم که چگونه حکیم خان نیازی با یک ضربه نشان رس توپ را وارد دروازه بلک دمبرل بلبند. این هم همون چهره حکیم خان نیازی است که با این مسابقات تنها یک ماه آمادگی دیده است. آنها نه آنقدر آمادگی بیشتر دیدند و اینجا هم ضربه دیگر به ثمر رسانیده می شود و دروازه‌بان منتخب مغولستان بلک دمبرل بلبتر با یک مشکلی آن را برطرف می کند. دروازه‌بان منتخب افغانستان با یک ماه آمادگی ببیند که چگونه بازی زیبایی را به نمایش گذاشته است. دادند اینجا هم ضربه را حکیم خان نیازی و ثمر رسانید. هم هرچند فوتبال بازان مغولستان نه آنقدر بازی ارزنده نشان داده ایستاده باشند، هم فوتبال بازان افغان را ببینید که چگونه بازی زیبایی را امروز به نمایش گذاشته است. اینجا هم ضربه کنجی از جانب محمد جی در کشورهای قرقیزستان و ازبکستان از یکم تا نهم اکتبر برگزار میگردند که در آنها 44 کشور به 10 گروه جدا شدند و گفتیم میانی 44 کشور تنها یک کشور از ادامه مسابقات دست کشید، تیمار شرقی که آن هم شامل گروه اش
همان گروهی که در آنجا تاجیکستان، افغانستان و مغولستان هستند دست کشید و همینطور 43 دسته برای راه یافتن به دور نهایی جام آسیا مبارزه برده استودند و حالا باشد در بازی گروهی که بیاید به حالتی استانداردی متوجه میشویم. ضربه بسیار هم قوی و گل از کدام مسافه فوتبال بازانی منتخب افغانستان به زدن گل دست میابند و این هم حکیم خان نیازی دوبل میکنه. در واخوری امروزه حکیم خان نیازی بسیار هم مهارتی بلند دارد این فوتبال باز. ببینید که چگونه از حالت استانداردی به زدن گل زیبا دست یافت. یک بار دیگر به حالت تکرار متوجه میشیم که چگونه دروازه‌بان منتخب مغولستان بلک دنبرل بال باتر نتوانست که این حالت را برطرف کند. بسیار هم گل زیبا از جانب حکیم خان نیازی اینجا به ثمر رسانیده شد. علاوه ما از جانب حکیم خان چند ضربه مستقیم را هم مشاهده کردیم و محض آن همین فوتبال باز در باخوری امروزه با زدن دو گل دست یافت در دقیقه 22 و 33 و حالا منتخب افغانستان با حساب 2-0 به بنگلادش، همچنین در گروه F تایلند و ویتنام در سینه گلی قرار دارند. اینجا به هجوم فوتبال بازان افغان متوجه میشن. بسیار هم حالت مساعد ضربه هم زده میشود و ببینید که چگونه آرش احمدی نتوانست که از این حالتی به میان آمده سمرانگ استفاده برد. در نزدی یگان دفاعگری منتخب مغولستان قرار نداشت، تنها کمی سراسیمه شد. بیاید به حالت تکرار بار دیگر نظر میاندازیم که چگونه در نزدی آرش احمدی کسی قرار نداشت و ضربه او رو ببینید چگونه انجام داده شد. اگر کم در پس هم میرفت تو بستون دروازه برمیخورد. البته آرش احمدی مؤلف اولین ارسال گل‌آور به حکیم خان نیازی در باخوری امروز است و در ادامه متوجه میشیم که این بازیگر باز چگونه از حالتهای به میان آمده استفاده میکند. جمعیر ضربه دیگر زده میشود و گل. چگونه دروازه‌بان منتخب مغولستان نمیتواند این ضربه ها را برطرف کند. فوتبال‌بازان افغان باشد در باخوری امروزه بسیار هم گل های زیبا را و ثمر رسانیده استودند. تا دقیقه 38 بازی حساب 3-0 به نفع فوتبال‌بازان تا 17 ساله منتخب افغانستان و مؤلف گل میدانید که از بینندگان حکیم خان نیازی گل سیومش را در باخوری امروزه و ثمر میرساند. حکیم خان امروز میداند که چگونه دروازه بلک دنبرل بال باتر را از مسافه دور رخ نکند. بسیار هم این بازیگر مهارت بلند دارد. ببینید یک دو نفر را میگذارد و بعدا با کنجی پایانی راستی دروازه ضربه میزند و همین طور حساب بازی هم 3-0 میگردد. فوتبال بازان افغان بسیار هم بازی زیبا، بسیار هم بازی کشاد و بسیار هم از تاکتیک خوب کار گرفته استودند. البته در بازی آخر مقابل منتخب تاجیکستان یک پرتاف دیگر جرو کرده می شود و ضربه هم زده می شود و کمی بالاتر ضربه از بالاچوبی دروازه میدان را ترک کرد. ضربه را علی رضا رحیمی سربان منتخب افغانستان اجرا کرد. نیم محافظتگری دست افغانستان حکیم خان نیازی از ثمر رسانید. حکیم خان بسیار هم گلای زیبا رو در باخوری امروزه با نام خیش ثبت کرد و در قسم دومی بازی باز متوجه میشم که دست انتخابی جام آسیا میانی منتخب های تا 17 ساله در گروهی اش ادامه میدهیم. بازی میانی منتخب های افغانستان و مغولستان در قسم اولی بازی فوتبال بازان افغان توانستند که 3 گل به دروازه مغولستان به ثمر رسانند. هر 3 گل رو باشد حکیم خان نیازی و ثمر رسانی. اینجا هم باز فوتبال بازان افغان به هجوم میگذارند. اینجا هم اگر حالت این بازیگر وخیم باشد میتواند به جایش سرمربی دسته محمد یوسف زاده تغییراتی را انجام بدهد. Thank you.
اگر حکیم خان نیازی حالتش بد باشد و در ادامه عوض کرده شود پس اجیو کی وارد میدان می شود چون که حکیم خان یکی از بازیگران کلیدی منتخب افغانستان تا این لحظه ها محسوم می شود سه گلی دسته را محض آن همین بازیگر به ثمر رسانید و حالا به سبب آسیب برداشتن از مو اول به تو برسد اینجا هم یک تغییرات انجام داده شد و جای حکیم خان نیازی حبیب الله هاتک اندر این میدان شد حبیب الله هجوم کننده است حکیم خان باشد نیم محافظتگر بود حالا هم چهره حکیم خان نیازی به ما نشان داده می شود که با سبب آسیب میدان را ترک کرد و حالا سبب آسیب او به ما معلوم نیست که در بازی آینده مقابل نورسان توپ در سال تاجیکستان او اندر میدان می شود یا نه برو راست جانب دروازه بیلک دیمبرل بال بهتر روان کند اینجا از کناری شب فوتبال بازان منتخب افغانستان به هجوم میگذارند ضربه هم اجرا کرده می شود اما اینجا باید به هم دستایش پس می داد اما این فوتبال باز خواست که خود ضربه را اجرا کند جای یک تغییر دیگر در حیط مغولستان انجام داده می شود حملگر سود بلک اصول اسوخ سای خان فوتبال بازان منتخب مغولستان بازیشان رنگی دیگر گرفت جا باید به هجوم فوتبال بازان منتخب افغانستان متوجه میشیم که چگونه اینجا حالتی بسیار هم خوب به فراهم میارد ضربه هم زده میشود و گل نوید احمدی اینجا بسیار هم بازی خوب کرد از کنار با هم دستایش هم دیگر فهمی بسیار هم خوب داشت و اونا توانستند که در دقیقه 74 بازی فوتبال بازان افغان توانند سوی بازی را 4-0 کنند مؤلفی گل باشد بازیگری که نه وارد میدان شد و در دو حالتی که نتوانست ضربه های مستقیمش را دروازه‌بان برگردانیده بود علی رمضان سوی بازی را 4-0 کنند اینجا هم متوجه شوید که نوید محمدی چگونه با هم دستش خوب بازی گذاری کرد و بعدا پاس داد اما اینجا نتوانست که همدسته دیگرش حبیب الله هاتک بازیگری که گفتیم نوارد میدان شد از این امکانیت ثمرناک استفاده برد و بعدا علی رمضانی با یک ضربه نشانه توانست که و همچنین در چند حالت ها از امکانیت های مساعد هم نتوانست که به زدن گل در باخوری امروز دست یابد مخصوصا همون ضربه که در قسم اولی بازی اجرا کرد تو بستونی دروازه برخورده بود اینجا اولین کارت زرد از جای بیس شطر اینجا وارد میدان شد نیم محافظت‌گر و در ادامه متوجه میکنیم که در 4 دقیقه باقی مانده این بازیگر چگونه مهارت خود را نشان میدهد ضربه کنجی را محمد مصطفی از سایت منتخب افغانستان اجرا میکند جام با ما نشان داده می شود که علی رمضان اسپایش اوسه برداشته است و از میدان بیرون شد پرتاب به داخل جریمه گاه کرده می شود و دروازه‌بان منتخب مغولستان نخست به تو می رسد و این حالت را برطرف می کند بیلک دیمبرل بال بهتر سرمربی منتخب افغانستان دروازه‌بانش را عوض کرد و جای نواز ززای احمد فواد سلطانی را به میدان در آورد همچنین چند دفاعگر را به میدان در آورد و
به نظر می رسد که نمی خواهد که در بازی امروزه دست پرورانش به فوتبال بازان منتخب مغولستان اجازه بیدن که تا به دروازه آنها گل بزنند. ضربه کنجی نوبتی به نفع فوتبال بازان منتخب افغانستان است. بیاید متوجه می شویم که آن را چگونه استفاده می کنند. ضربه کنجی هم اجرا کرده می شود اما نخست شده. فوتبال بازی منتخب افغانستان به توپ رسید اما نتوانست که این حالت را ثمره را استفاده کند. یک حالتی دیگر و گل. آن این گلی بسیار هم زیبا از جانبی فوتبال بازان منتخب افغان است. حساب بازی 5-0 کرده می شود در دقیقه 88 بازی. ببینید که چگونه ضربه ماهرانه از جانبی سروان منتخب افغانستان علیرضا رحیمی اجرا کرده شد و در دروازه‌بان منتخب مغولستان بلک دمبرل بالاتر هم یگان امکانیت نداشت که این ضربه را برطرف سازد. باید به حالت تکرار متوجه میشیم که چگونه اینجا دروازه که نوارد میدان شد اشتباه کرد و ضربه از کدام اضافه کرد. اینجا هم به حالت و میان آمده فوتبال بازان منتخب مغولستان در خط جریمه گوی منتخب افغانستان متوجه شدیم که نتوانستند را ثمرانه استفاده برند و اینجا هم بسیار راه یابند. بازی دوری آخر میان منتخب های تاجیکستان و افغانستان روز 9 اکتبر بازی حساس، بازی جالب و بازی تقدیرساز برای هر دو منتخب خواهد بود و ما هم از این فرصتی به میان آمده استفاده برده هواداران منتخب تاجیکستان را به ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه دعوت میکنیم بیان فوتبال بازان منتخب تاجیکستان را از نزدیک دستگیری کنند و ما در این بخوری توانیم که مظفریت به دست بیاریم و راهمان را به بازی های نهایی جام آسیا هموار سازیم. وقت اساسی بازی هم به انجام رسید. این هم صدای شوتکی داوری مرکزی بازی محمد عیسی از انجام بخوری امروزه بود. بازی با حساب 5-0 به نفع فوتبال بازان منتخب افغانستان به انجام رسید. گل ها را در بخوری امروزه 3 مرتبه حکیم خان نیازی، علیرضا رحیمی و همچنین علی رمضان و ثمر رسانیدند. بازی آینده میان منتخب تا بازی دیگر با شما خیر خوش میکنیم.